سلام بر دوستان و هنرمندان محترم، بنده متین رزمانی پور هستم، مدرس موسیقی ایرانی سایت ابو عطا. این جلسه اولین جلسه معرفی دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی هست که در اون میپردازیم به معرفی دستگاه شور و در جلسات بعدی به ترتیب به بررسی و تحلیل گوشه های این دستگاه میپردازیم. دستگاه شور یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی هست که خیلی ها اونو مهمترین دستگاه میدونن و بهش ام الاواز یا مادر دستگاه ها هم میگن، به این دلیل که این دستگاه چند تا از متعلقات رو داره که نامشون آوازهای ابو عطا، بیات ترک، دشتی، افشاری و کرده بیات هست. برخی از استادان موسیقی معتقدن که ریشه نام شور عبری هست و از واژه شیر به وجود اومده که معناش آواز و سروده. برخی دیگر از اساتید بر این باورن که یکی دیگه از معنی های شور در واقع شور برانگیختن از اشخاص یا به شور و ذوق درآوردن اونها هست. یه معنی دیگه‌ش هم صدا یا آوازیه که از روی حال و وجد به وجود میاد. در قدیم ایران که موسیقی دستگاهی نبوده و مقامی بوده، نام هیچ کدوم از مقام‌های قدیم شور نبوده و این شوری که ما ازش صحبت میکنیم در واقع درجاتش با مقام حسینی از موسیقی قدیم مقامی مطابقت داره که به اون شور قدیم هم میگن. توی موسیقی عربی نام شور یک مقام فرعیه و جزء مقام بیاتی هست که بهش بیاتی شوری هم میگن و توی موسیقی ترکی هم درجات مقام‌های بیاتی و عشاق هر دو با دستگاه شور مطابقت دارن. یکی از گسترده‌ترین تحلیل‌ها روی ردیف دستگاهی و دستگاه شور در واقع توسط جناب آقای برونو نتل انجام شده که توی اون تعداد 18 تا ردیف مختلف رو از 11 تا استاد ردیف از اواخر قرن 19 هم ایشون شروع کردن و تا اواخر دهه 1970 میلادی ادامه دادن و ایشون از بین تمام گوشه هایی که توی ردیف های مختلف برای دستگاه شور ذکر شده در واقع نام 50 تا گوشه رو در بیشتر این 18 تا ردیف ذکر کردن. برونو نتل بعد از بررسی های گسترده‌ای که روی ردیف دستگاهی ایرانی داشتن در واقع توی دستگاه شور 13 تا گوشه رو به عنوان گوشه های مرکزی این دستگاه معرفی می کنن که اینها عبارتند از درآمد، روحاب یا روحاوی، زیرکش سلمک، سلمک، بزرگ، دوبیتی، خارا، قجر، ملانازی، گریلی، شهناز، قرچه و رضوی. در واقع این گوشه ها نقش اصلی رو در دستگاه شور دارند.